بریزین رو عروس و داماد. یار مبارک، یار مبارک با. شاخص قدرت اطلاعات است. امروزه همه کمپانی‌ها برای معرفی خود از وبسایت‌ها استفاده می‌کنند. برای طراحی وبسایت خود با کیفیت بالا و قدرت پرداخت برای همه با جاودان پروداکشن تماس بگیرید. در ضمن اگر می‌خواهید از سرویس SEO استفاده کنید، یعنی نام کمپانی شما در سرچ انجین‌ها در صفحه اول نمایان بشه، ما می‌تونیم این مهم رو به نحو احسن براتون انجام بدیم. جاودان پروداکشنز تولید کننده اثری جاودانه برای شما. گرافیک دیزاین، وب دیزاین، وب دیولپینگ و SEO با جاودان پروداکشن. جاودان تیوی به روی اینترنت، javedantv.com. همین چند روز است که توسط به احتمال قوی توسط شرکت ترانه باید به بازار بیاد. آلبوم خواهد، 8 تا توش آهنگ، چند تاشو تو ماشین شنیدیم. خیلی زیبا، خیلی زیبا، پر انرژی. حالا آهنگای بعدی میبینین که چقدر شاد و رقصیه. اینم همینم برای اولین بار عاشقانه خوندم. البته عاشقانه خیلی جالبه اگه نگاه کنی، ولی طرف گذشته رفته و میدونی که میدونه برنمیگردی، میدونه پشت سرت رو حتی یک نگاه نکردی، میدونم مثل یه سایه داری از من میگریزی، میدونم مثل میخوای غباری از غم روی بگذشته بریزی، ولی خب اصلا قشنگی خودشو داره. ولی اگه متوجه شده باشی، اولا من خیلی جالب بعدا که رفتم خونه دیدم تو این ویدیویی که، یعنی تو این موزیکی که ملایم و غمگینه، من از اول تا آخر همش دارم میخندم که متوجه شده باشی. من بلد نیستم اکت کنم، چیکار کنم؟ من صبح که بلند میشم شادم، مثلا انرژیت خوبه. نه شادم، نمیدونم، نمیتونم غمگین باشم، مگر اینکه امروز دیدی که اون ماشینه که اون صحنه رو میخوام بگم. اونم خوب دست خودت نبود. آره نمیدونم وقتی حالا یه سوال من میخوام بپرسم تا اینکه آرای عزیز موزیک بعدی رو آماده کنه. به نظر شما مردها با احساس تر هستن یا زنها؟ مردها با دستگی داره تو چه نظر، تو چه قسمت و تریتوری و کاتگوری داریم. کلن احساساتی کلن دیده که خانوما همیشه به نظر من مردا احساسی ترن. آفرین. ولی خانوما خیلی بهترن، خانوما خیلی خانوم ترن، خانوما خیلی با شخصیت ترن. من به عنوان یکی از زنزری ترین آدم های روی زمین آقا جان اینقدر گل نفرستی. نه جدی دارم میگم، ما منتظریم آهنگ بعدی که آماده شد آرا به ما خواهد گفت، ولی من میگم که آقا بریم. خواهش میکنم، من میگم آقا مردها وایسس دارن یا خانم‌ها؟ تموم شد دیگه داستان، پشت سرش خواهش می‌کنم. راست میگی، حق باشه، من اومدم یکم مردها وایسس دارن دیگه. منم میگم مردها وایسس دارن. آخه من شما چی میگین؟ دست خانم‌هاست، باید یه کاری بکنم که خب برای همینه که ما با احساسی که قدر احساسات خانم‌ها رو میدونیم. میشه بی تاج و تخت، با ایتو نگو زن بلاست، زن مثل شمشه تلاست، همیشه قلبه یه مرد به عشق زن مبتلاست. با ایتو نگو زن بلاست، زن مثل شمشه تلاست، همیشه قلبه یه مرد به عشق زن مبتلاست. و واقعا هر زنی به نظر من آقا تصویر من میاد اونجا، موزیک هم داریم، موزیک هم ما با زیر صدا داریم. بله زیر صدا داریم، بسیار زیبا. بریم ادامهش رو خواهش میکنم. بفرمایید جناب آرا. مرد تنها همیشه بی تاج و تخته، با ای تو نگو زن بلاست، زن مثل شمشه تلاست، همیشه قلبه یه مرد به عشق زن مبتلاست. با ای تو نگو زن بلاست، زن مثل شمشه تلاست، همیشه قلبه یه مرد به عشق زن مبتلاست. حالا یه سوالی دارم از این که در مورد حسادت، نه از اون حسادت هایی که مثلا شما با یه خانم دیگه صحبت کنی دوستت مثلا حسادت بکنه، یه جور دیگه میخوام بگم زن شوهرها یا دوست پسر دوست دخترها، اونایی که با هم هستن همدیگه رو حمایت میکنن، با هم هستن همدیگه رو ساپورت میکنن. خب تا حالا شنیدی که به از موفقیت همدیگه حسادت بکنن و تازه نکنه گاهی اوقات کارشکنی بکنن؟ اینو شنیدی؟ یعنی دیدی که مثلا تا حالا دوست دختری داشتی که بهت حسادت بکنه به موفقیت هات؟ من آخه سوالای قشنگی میکنی، ولی یکم فکر باید بکنم. مثلا ببین همچین کسی حالا تا به این فکر بکنی، تا به این فکر بکنی، اولین دوست دختر چند سالت بود داشتی؟ عجب سوالایی میکنی در اینو از اکثر هنرمندا من میپرسم این سوالا رو. اولین دوست دخترم یادم نیست، ولی اولین بار که عاشق شدم یادمه. اولین دوست دختر، اولین بار که عاشق شدم چند سالت بود؟ اولین بار که عاشق شدم، البته یه دفعه مثلا باور کن همون دوره ابتدایی 8-9 سالم بود، اون فایده نداره. ولی اولین بار که واقعا معنی عشق رو فهمیدم، شاید نصب کن دقیقا بهت بگم، اول دبیرستان بودم. میشه چند سالم؟
میشه کلاس نهم، نه مثلا 15 16. من اولین بار که عاشق شدم میدونی چند سالم بود؟ 16 سالم بود. من میدونی چند سالم؟ چند سال؟ 5 سالم. عاشق مادر شدی؟ نه، دیگه دوست دختر داشتم 5 سالم بود با هم دیگه بازی. ولی حالا اینو که من دارم میگم، حالا مثلا جدی ترش بزنم. من جدی شو دارم میگم. امیر لایجی از این موضوع چقدر گذشته؟ یه چیزی دور و بر شاید که نه 30 خورده ای سال گذشته. به خدا هنوز که هنوز مثلا همین یکی دو هفته پیش از برای بچه‌های محلمون خب اومدن گفتن مثلا منو یادت خب من اونها نمی‌شستم ولی اونها چون من خب همون موقع هم بیا می‌خوندم یا توی محل شلوغ بودم اونها منو یادشونه خب کوچیک‌تر از منم بودن صحیح تو یادت مثلا عاشق فلان کس بودی میومد اونجا وای میستادی نم در پنجره و فلان اینا حالا از اون طرف مثلا خبر داری حالا از اون طرف خبر ندارم اصلا اون طرف اصلا تو کل عمرم رو هم رفته 3 دقیقه صحبت نکرده بودم آخه به خدا میگم لحظه است دیگه اون ولی 2 سال عاشق بودم تپش قلبه اینو جدی میگم 2 سال عاشق رو هم رفته من مثلا همسایه پشت اون بود خب ولی عاشق بودم گفتی چند سالت بود 15 یا 16 آره ولی بعد اون دیگه خیلی دیگه عاشق یعنی اون اول عاشق شدی هی عاشق شدی هی فارغ شدی فارغ هیچ موقع نشدم نه فارغ نشدم یعنی همیشه تو عاشقی بودی همیشه موندم تا به امروزش هم موندم تو دیگه میدونی دیگه شما میدونی باری کلا خب هر وقت که آرام ما کیو بده میریم برای بعدی سوال بعدی امیدواری رو چطور تعریف می‌کنی امیدواری اولین امید زندگی اولین لازمه زندگی امیدواریه اولین لازمه یعنی اولین چیزی که لازم داری شاید بعد از نفس کشیدن امیدواری باشه امید و امیدواری با ما باشید در برنامه جا رو داشتید و مرسی که به همه دوستان خبر میدیم که بیان و کی بود یادت داد تنگ غروب آسمون خوشگل و زیبا میشه شب داره از راه میاد تو بغلش جا بشه وسوسه یه دیدنش قلبم و دیوونه کرد این دل بیچاره رو راهی میخونه کرد میخوام فراموش کنم دیر دیگه نمیشه عشق تو خاموش کنم آتیش زده بریشه خوشگو تر و سوزونده شیشی دل و شکونده منو به خدا گوش کنی منو تا کجا کشونده منو تا کجا کشونده تا تو بگی فه میگم فرزا معنی عشق کی بود یادت داد تا تو بگی فه میگم فرزا معنی عشق کی بود یادت داد میگم فراز منو همچین نگاه میکنه آقا این منو جریان چی بود کی بود یارت داد اولا دست سیروس علیواری درد نکنه اینا همش توی آلبوم خواهر باید باشه آهنگا رو داریم دیگه مصرف میکنیم توی برنامه های شما دیگه کم کم داریم به همه میگیم که آقا این هاست که باید آلبوم جدید خواهر باشه جاودان شو شاخص قدرت اطلاعات است. امروزه همه کمپانی‌ها برای معرفی خود از وبسایت‌ها استفاده می‌کنند. برای طراحی وبسایت خود با کیفیت بالا و قدرت پرداخت برای همه با جاودان پروداکشن تماس بگیرید. در ضمن اگر می‌خواهید از سرویس SEO استفاده کنید، یعنی نام کمپانی شما در سرچ انجین‌ها در صفحه اول نمایان بشه، ما می‌تونیم این مهم رو به نحو احسن براتون انجام بدیم. جاودان پروداکشنز تولید کننده اثری جاودانه برای شما. گرافیک دیزاین، وب دیزاین، وب دیولپینگ و SEO با جاودان پروداکشن. عکس و فیلم لوتوس 818-577-38-59 310-738-7309 جاودان تیوی به روی اینترنت جاودان تیوی.com